سلام، من نگار قرائی هستم، دانشجوی مهندسی صنایع در دانشگاه خواجه نصیر. در این ارائه که برای درس مبانی کارآفرینی آماده شده، قراره با هم مروری داشته باشیم بر وضعیت بازار دخانیات در ایران. پیش از شروع جای داره از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر پوربصیر که در این ارائه استاد راهنمای بنده بودن تشکر کنم. قبل از اینکه به تفصیل به بررسی این بازار در ایران بپردازیم، بیایید نیم نگاهی داشته باشیم به وضعیت این کار. در هر سال در جهان به طور حدودی 6.5 تریلیون نخ سیگار مصرف میشه که با یه حساب سرانگشتی میشه چیزی حدود 18 بیلیون نخ در هر روز. 942 میلیون مرد و 175 میلیون زن در جهان سیگاری هستن، که البته این آمار برای افراد بالای 15 سال و چیزی حدود 20% از جمعیت جهان رو در بر میگیره و به تفکیک جنسیت میشه گفت 40% از مردان و 9% از زنان در جهان سیگار میکشن. آخرین آماری که از نرخ مصرف سیگار در جهان وجود داره و مربوط به سال 2020 رو با هم دیگه میبینیم. یه چند تا کشور رو نگاه کنیم: کانادا، چین، آمریکا و در آخر هم ایران. آمار مصرف سیگار در کشورهای توسعه یافته سیر نزولی دارد، در حالی که این آمار در کشورهای در حال توسعه رو به افزایشه. و این به این معناه که شرکت‌های تولید کنندگی سیگار باید بازارهای خودشون رو وارد کشورهای در حال توسعه کنن. و از همین رو ایران هم برای این شرکت‌ها حائز اهمیت. سازمان جهانی بهداشت پیشبینی می‌کنه که تا سال 2030 80% از مرگ و میرهایی که مربوط به مصرف مواد دخانیه در کشورهای با درآمد کم یا متوسط رو خواهد داد. اگر بخوام توی یک جمله و کاملا قابل لمس بهتون بگم که این کالا چقدر در جهان محبوبه، باید بگم از هر 5 نفر در جهان یک نفر از اونها سیگار میکشه. خب حالا که با آمار مصرف این کالای محبوب آشنا شدیم، بیایم ببینیم اونهای تولید کننده سیگار در جهان چه شرکت هایی هستن. در رأس اونها شرکت بریتیش امریکن تنباکو قرار داره. در این نمودار که مربوط به سال 2019 و بر مبنای نت سیله، شرکت بریتیش امریکن تنباکو 33 بیلیون دلار فروش داشت. بعد از اون شرکت فیلیپ موریس اینترنشنال با 32 دهم بیلیون دلار و در رده سوم هم امپریال برندز قرار داره. بعد از اون جپن تنباکو، آلتریا گروپ، ITC یا ایندیان تنباکو کمپانی، گودنان گرام و در آخر هم KT&G. از لحاظ سهم بازار هم باید بگم که شرکت چاینا نشنال تنباکو کارپوریشن چیزی حدود 44% از سهم بازار و بعد از اون هم فیلیپ موریس اینترنشنال 14% از سهم بازار رو در دست. در جواب این سوال که مردم کدوم کشور رو بیشتر سیگار میکشن، دو تا جدول اینجا میبینید. یکی از اونها مربوط به ویکی‌پدیا و دیگری برای خبرگزاری مهر. تجارت مواد دخانی بعد از اسلحه و داروسازی سومین تجارت پرسود در دنیا، به طوری که فقط دو تا شرکت BAT و GIT ژاپن که توی ایران هم حضور دارن، در سال 2018 در مجموع 49 میلیون دلار فروش داشتن، یعنی چیزی حدود کل صادرات نفت ایران در سال 96. از اونجایی که گفتم این ارائه برای درس مبانی کارآفرینیه و تحلیل روند و بررسی تحولاتی که داره در بازار رخ میده هم اهمیت زیادی داره، خواستم چند تا از تحولات اساسی که داره در بازار جهانی سیگار رخ میده هم باهاتون مطرح کنم. شرکت بین‌المللی فیلیپ موریس با همکاری استراتژیکش با شرکت پارلکس که یک شرکت تحقیقاتی در حوزه پزشکی همکاری می‌کنه و قراره که
محصولاتی تولید کنن که علاوه بر این که نیکوتین مورد نیاز شما را تامین میکنن، آسیب حداقلی به ریه‌تون بزنن. خب بیاید با هم دیگه بررسی کنیم چه فاکتورهایی هستن که از رشد این بازار حمایت میکنن. یکی از اونها اینه که تعداد سیگاری های زن رو به افزایشه، و بعد از اون یک عاملی که بسیار هم مهمه اینه که شبکه توزیع کننده های تولید کننده سیگار بسیار قوی. یکی دیگه از اونها هم اینه که سیگارهای طعم‌دار دارن محبوبیتشون افزایش پیدا میکنه و این عامل هم از رشد بازار حمایت میکنه. حالا گفتم سیگارهای طعم‌دار، مثالهای مختلفی ازش وجود داره، مثل حتی محلولهایی هستن که با طیف‌های مختلف طعم‌دهنده که شامل طعم شیرینجات هم هستن، حتی به نوشیدنی‌های الکلی گیاهان و ادویه‌ها هم اضافه میشن و محصولات دارای نیکوتین هستن. سیگار برگ هست، سیگار الکترونیکی که چند وقت محبوب شده، سیگارهای منتول که تنباکوهای بدون دود دارن و طعم دارن، و توی این طیف انواع مختلفی از سیگارها دارن رواج پیدا میکنن. خب حالا که یک ایده کلی نسبت به این بازار پیدا کردیم، بیا در مورد ایران صحبت بکنیم. ایران بر اساس برخی آمار و ارقام 0.5% است سهم بازار سیگار رو در جهان در اختیار داره و میزان مصرف سیگار در کشورمون بین 58 تا 65 میلیارد برآورد میشه. اما نکته‌ای که در مورد بازار سیگار در ایران قابل تحمله اینه که تنها دو کشور هستن که سیگار مصرفیشون بیش از 50% از طریق قاچاق تامین میشه و این دو کشور ایران و برمه هستن. بیاید نگاهی هم بکنیم به در واقع مقایسه استانی که در مورد مصرف سیگار در ایران وجود داره. البته متاسفانه این آمار برای سال 85 تا 88 هستن و آمار به روز دیگه هم در دسترس نیست. استانهای پر مصرفمون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و تهران هستن و در قعر این جدول هم بوشهر، ایلام و خراسان جنوبی جزو استان‌های کم مصرف سیگار. بررسی جزئیات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشون میده که اقشار محروم تمایل بیشتری به سیگارهای داخلی دارند، در حالی که اقشار مرفه مشتری ثابت سیگارهای خارجی هستند. در هر خانوار روستایی گروه پردرآمد 661.93 نخ سیگار ایرانی و 874.13 نخ سیگار خارجی و در مجموع عددی برابر 1536.7 نخ سیگار مصرف شده، در حالی که در خانواده های محروم روستایی برای سیگار ایرانی این عدد 111.7 و برای سیگار خارجی تنها 56 نخه و در مجموع 167.8 نخ سیگار در سال 97 توسط این دهک مصرف شد. ولی چیزی که قابل توجه اینه که خانوارهای مرفه شهری نسبت به خانوارهای مرفه روستایی کمتر سیگار میکشن. برای خانوارهای مرفه شهری این عدد 825.2 نخه، در حالی که این عدد برای خانوارهای مرفه روستایی 1536.7 نخه که اختلاف قابل تعاملیه. قبل از این گفتم که یکی از چیزهایی که از رشد این بازار حمایت میکنه لوجستیک قویه اونه. توزیع کننده های مواد دخانی در ایران در سه سطح کشوری، استانی و خرده فروشی ساماندهی شدن و مجوز توزیع کننده های خرده فروشی رو اصناف و اتحادیه های مربوط به اون مثل سوپرمارکت ها، خاربار فروش ها و سقط فروش ها صادر می کنن. چیزی که در این میان قابل توجه اینه که درکه ها از سوی وزارت بهداشت به عنوان توضیح کننده پذیرفته نشدن، ولی همینطور که می بینیم ممانعتی هم صورت نمی گیره و درکه ها یکی از در واقع توضیح کننده های خورده فروش محبوب برای سیگار. از لحاظ آماری 158 عامل توزیع کشوری، 2563 عامل توزیع استانی و 40000 عامل توزیع خرده فروش در کشور در صنعت دخانیات مجوز دارد. صنعت دخانیات ایران که از قدیمی ترین صنایعشه و در حال حاضر میشه گفت که 20 واحد تولید سیگار در کشور فعالند.
چه شرکتی هم که عمده سهم بازار رو در دست دارن، شرکت دخانیات ایران، شرکت جی تی آی پارس، شرکت آریون توتون صنعت و شرکت بی آی تی پارس هستن، که البته شرکت آریون توتون صنعت با شرکت جی ای تی ادغام شده و در واقع این شرکت ژاپنی شرکت آریون توتون صنعت رو خرید. به نقل از آقای عطالله معروف خانی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، هم میزان تولید سیگار در داخل تا سال 93 29 میلیارد نخ، سال 95 45 میلیارد نخ، سال 96 50 میلیارد نخ و در سال 97 هم 48 میلیارد نخ بوده. این آمار و ارقام و در واقع سهم بازارهایی که در مورد شرکت‌های پیشرو بهتون گفتم رو مرکز دخانیات در سال 96 خودش منتشر کرد. اما آمارهای غیر دولتی نشون میدن که میزان مصرف محصولات دخانی بین 73 تا 75 میلیارد نخ در ساله و ارزش این بازار در ایران چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان. شرکت‌های پیشرو بازار هم شرکت‌های جی تی آی، بی ای تی، ITC هستن. ITC هم که بهتون گفتم همون ایندیان تنباکو کمپانیه و در مجموع این سه تا شرکت حدود 70% سهم نخی و 72% سهم ریالی بازار رو در دست دارن. و همونطور که بهتون پیش از این گفتم، الان شرکت GTI بعد از خریدن شرکت ITE تونسته به تنهایی چیزی حدود 7.3% سهم بازار رو در محدوده تولیدات شرکت‌های دخانیات اشغال بکنه. حدود 30 میلیارد نخ یا چیزی نزدیک به نیمی از سهم بازار، همونطور که پیش از این گفتن، هم در ایران از طریق قاچاق تامین میشه. یعنی در واقع یکی از پیشروها در این بازار قاچاق در ایران و میشه چیزی حدود 9000 میلیارد تومان ارزش قاچاق در ایران. شرکت دخانیات ایران هم حدود 10% از سهم نخی و 6% از سهم ریالی بازار رو در اختیار داره که جدولش هم میتونید اینجا ببینید. خب طبق همون آماری که وزارت صنعت معدن و تجارت در واقع بروشوری که منتشر کرده و شفاف سازی کرده به قول خودش، اومده فهرست تولید کنندگان سیگار در سال 95 رو همونطور که داریم میبینیم برامون لیست کردن. شرکت دخانیات ایران رو هم در صدر قرار دادن. اینا هم نمودارایی هستند که خود وزارت صنعت منتشر کرده و چیزی که توی این در واقع بروشور یا حالا هرچی اسمشو بذاریم منتشر شده برای من بود، فهرست انواع مالیاتی بود که از محصولات دخانی گرفته میشه که روی حقوق ورودی برای واردات 1% وجود داره، عوارض وجود داره، حق انحصار هم برای تولیدیا و هم برای وارداتیا فرق میکنه، برای تولیدیا 2%، برای وارداتیا 10% و در آخر هم که خب مالیات ارزش افزوده رو میبره. حالا بیایید ببینیم که چه مشخصاتی دارن این شرکت‌های تولید کننده محصولات دخانی. شرکت دخانیات ایران تاریخ بهره برداریش سال 1316 بوده. این کارخونه مجتمع های تولیدی مختلفی تو استانهای مختلف داره. توی تهران، رشت، گرگان، ارومیه، اصفهان، گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان غربی. تعداد خطوط تولیدش هم 30 خطه. ظرفیت اسمیش 35 میلیارد نخه و برندهایی که تولید میکنه مهمترین اونها بهمنه، بعد از اون زیکا، هما، آسیا، تیر، 57، فروردین، کیش و یه سری برندهای دیگه که شاید تا حالا اصلا اسمش هم نشیده باشه. مجتمعهای مختلفش رو هم با هم بیاید یه نگاهی بندازیم. یکی از مهمترین مجتمعهای این شرکت مجتمع دخانیات گیلانشه، یکی از واحدهای بزرگ سیگار سازی در ایرانه و ظرفیت قابل دسترسیش چیزی حدود 25 میلیارد نخ در ساله. و چیزی که حالا قابل توجه اینه که این مجتمع علاوه بر حالا تولید انواع سیگار، توی حوزه کشاورزی و تولید توتون و تنباکو هم داره فعالیت میکنه و سیگاری که تولید میکنه رو هم میتونید بخونید که بهمن کوچیک هم اینجا تولید میشه، بهمن سوپر اسلیم و بقیه، مازندران و آذربایجان غربی و کردستان و گلستان و اصفهان و این مشابه خویشون. خب
بریم سراغ در واقع شعبه شرکت بریتیش امریکن تنباکو در ایران که در تاریخ 8/3/95 بهره برداری شده. محل این کارخونه استان البرزه و در شهرستان اشتهارد قرار داره. تعداد خطوط تولیدش 8 خطه، ظرفیت اسمیش 17 میلیارد نخه و محصولایی که تولید میکنه مهمترینش کنت، پالمال، مونتنا و سیگار دانی. بعد اون شرکت جی تی آی قرار داره، شرکت ژاپنی که تاریخ بهره برداریش سال 88 و محل این کارخونه توی استان زنجان و شهرستان اپره. تعداد خطوط تولیدش 10، ظرفیت اسمیش هم 30 میلیارد نخه و سیگارهایی که تولید میکنه البته مهمترینش مینیستونه، بعد از اون جیوان، اونیکس، کامل و اینا هم هستن. شرکت جی تی آی پارس هم که همون آیرون توتون صنعته، میتونید ببینید که اینجا اومدن و مینیستون رو به این در واقع زیر شرکت از جی تی آی اختصاص دادن، مگنا و مونت کارلو. بعد از اون هم شرکت KTNG پارسه که سال 87 بهره برداری شده و در ادامه یه توضیحاتی دارم که در مورد این شرکت KTNG بهتون میدم. شرکت دخانیات قشم، شرکت های دیگه هم هستن که یه نیم نگاهی میتونید بهشون داشته باشین. اما من اومدم و در واقع مصوباتی که ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تصویب کرده رو بررسی کردم. یه سری نکات قابل توجهی داشت که میخوام باهاتون در میون بذارم. در مورد تبلیغ میگه که هر گونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام بشه اکیداً ممنون. و ماده 4 میگه که فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملان مجاز نباید به نفعی باشه که نمایانگر تبلیغ این محصولات دخانی. اما حالا در عمل چه اتفاقی میفته؟ یکی از شیوه‌های تبلیغاتی شرکت‌های دخانی اینه که یعنی سری کانترای رو به فروشنده‌ها مثلا سوپرمارکت‌ها اهدا می‌کنه که این کانترا خب معمولاً روشون تبلیغات این برند هست، ولی میخوان که این کانتر رو حتما پشت صندوق و در واقع جایی که خود فروشنده میسته و همه مشتری‌ها میبیننش قرار بدن. حتی رو نحوه چیدمان سیگار که مثلا سیگار چه برندی بالا باشه و تو چش باشه و اینا هم صحبت میشه و خودش این یه شیوه تبلیغاتیه. حالا یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که پیامایی که برای سلامتی و زیانهای دخانیات روی بسته‌بندی ها هست حتما باید مصور باشن و حداقل 50% از دو طرف پاکت رو در بر بگیرن و حتی نباید از تعابیری که به اصطلاح مصوبات گمراه کننده است مثل لایت، سبک و ملایم هم استفاده بشه. ماده 10 میگه که فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت یا دستگاه های خودکار ممنوعه و شاید شنیده باشین که پدازگی هم اسنفود اومد و در واقع از محصولاتی که ارائه میکرد محصولات دخانی رو حذف کرد که به خاطر همین ماده بود و در واقع تدبیری هم که پشتش وجود داره اینه که شما نمیتونین کنترلی داشته باشین که چه رده سنی داره از این طریق سیگار میخره و خب فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع. حالا در این بخش از در واقع ارائه من از اطلاعاتی که جناب آقای بخارایی در اختیارم قرار دادن و سابقه فعالیت در شرکت بی‌کی داشتن کمک گرفتم که همینجوری در ازشون تشکر کنم برای همکاری که با من داشتن. و توی در واقع این اطلاعات 5 برند فعال در بازار سیگار ایران رو مینیستون، کنت، ماربورو، بهمن و کامل نام میبره. به طور کلی سیگار مینیستون لایت و اولترا لایت محبوب ترین سیگار در ایرانه. البته این در بین آقایونه و در بین خانم‌ها داره تمایل به مصرف سیگارهای طعم‌دار یا در واقع اسلیم افزایش پیدا می‌کنه. به طور کلی سیگار مینیستون لایت و مینیستون اولترا لایت محبوب‌ترین سیگار در ایران. البته در بین آقایون. در بین خانم‌ها میشه گفت که میزان تمایل این گروه به سیگارهای طعم‌دار و همینطور سیگارهای اسلیم بیشتر. به طور کلی هم که گفتیم تعداد سیگاری های زن داره افزایش پیدا میکنه. پس قابل پیش بینیه که سیگارهای کینگ سایز که یه روزگاری خیلی هم محبوب بودن و هنوز هم هستن
کم کم از توی بازار در واقع در از صدر بازار بودن محو میشن و با ما باید در واقع تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه سیگارایی که حالا با شیوه‌های نوین تولید میشن، فیلتراشون نانوئن یا اسلیم و سیگارهای طعمدار مختلف در واقع تولید کنیم و استفاده از این تکنولوژی جدید هم داره حالا توی ایران هم افزایش پیدا میکنه. ولی خب حالا بخوایم روند تحلیل روند درستی داشته باشیم، باید تحقیق جامعی هم داشته باشیم. این چیزی که حالا به صورت محدود بررسی شده. من در مورد شیوه بازاریابی شرکت بی‌ای‌تی هم از ایشون پرسیدم و حالا دو تا از اینا رو با من در میون گذاشتن. یکیش شیوه فوکس گروپ دیسکاشنه که میان یه سری جلساتی برگزار میکنن، مصرف کننده های سیگار دعوت میکنن و اول از همه خب در مورد سیگار مصرفی خودشون ازشون یه سری سوال هایی میپرسن، مثل اینکه خب طعمش چطوره، چه میدونم فیلترش چطوره، توتونش چطوره یا حتی مثلا کامدهیشون اینها. و بعد میان در مورد حالا محصولات خودشون مثل کنت این یه نوع سیگار خاصشون صحبت میکنن و بعد میگن با مستمپل میگن بفرمایید شما این سیگار مصرف کنید و بعد یه سری سوالات جدید ازشون میپرسن، سر میکنن در واقع با تجربه جوابایی که اونا دادن ذهنشون رو به این سمت ببرن که آقا این سیگاری که الان کشیدی شاید مثلا بهتر و همچین روایی. و اون در واقع حالا برندایی هم که محبوب بودن و بر اساس همین جلسات که طی دو سال گذشته 70 جلسش برگزار شده، گزارشی که تهیه شده بود اون اطلاعات رو به ما داده بود. یه سری آفرایی هم هست که برای توزیع کننده ها در نظر میگیرن. مثلا به توزیع کننده میگن که اگه تو N بسته سیگار بفروشی ما X بسته رایگان به تو میگیم، یعنی در واقع تو N به علاوه X میخری میبری ولی پول N بسته رو میدی. یکی دیگه شون که به نظر من خیلی جالب بود این بود که سعی میکنن فروشنده ها رو یا در واقع توزیع کننده ها رو بیان بازاریابی خودشون کنن. میگن که تو بیا مثلا اگه که یه کسی خواستی سیگاری ببره برای حالا چه حالا توضیح کننده تو محل عمده باشه مثلا یا خود فروش باشه، سیگار برندای سیگاری شرکت ما رو بهش معرفی کن و ما به توی سری جایزه ها آفرهای میدیم و چکم میکنن این موضوع رو. مثلا بازاریابی خودشون به صورت ناشناس وارد مغازه میشه، اگه که ببینه اون داره در واقع بازاریابی میکنه برای شرکت بی ای تی بهش جایزه و آفر میده. اما این قسمت که برای خودم هم خیلی جالب بود خوندن و تحقیق کردن در موردش، شائبه ها در بازار سیگاری. از سال 1391 که انحصار صنعت دخانیات از دولت گرفته شد و به شرکت های خصوصی هم اجازه فعالیت داد، شائبه ها زیادتر هم شد. اما در این میان یکی از چیزایی که قابل بحث تفاوت آماریه که از سوی وزارت بهداشت و وزارت صنعت معدن و تجارت برای مصرف سیگار به صورت سالانه اعلام میشه. این آمار میگه که از سوی وزارت بهداشت مصرف سیگار در ایران حدود 55 میلیارد نفر، در حالی که وزارت صمت این رقم رو سالانه 70 میلیارد نفر اعلام کرده. یکی دیگه از این شعبه ها هم اینه که در واقع وزارت صنعت معدن و تجارت از افزایش مالیات بر محصولات دخانی و بلخص سیگار جلوگیری میکنه، مخالفت میکنه و بهانه ای هم که میاره اینه که اگر ما مالیات رو زیاد کنیم قاچاق بیشتر میشه. یکی دیگه از چیزایی که وجود داره اینه که این بازار با اینکه خیلی پررونقه توی ایران، کشاورزای ایرانی تنها قادرن که 20% از تنباکوی مورد نیاز رو تولید بکنن و 80% وارد میشه از کشورهایی مثل آمریکای لاتین، آفریقا، هند، برزیل و همین ترکیه. حالا یکی از چیزایی که خیلی جالبه اینه که امسال از بین 24 واحد تولید سیگاری که وجود داشت، 3 تا از این شرکت ها به دلیل کمبود مواد اولیه فعالیتشون متوقف شد و علتی هم که بیان میشه اینه که بانک مرکزی ارز اختصاص نداد و بعد از اون هم گمرک مواد اولیه تو انباراش دپو کرد که این باعث شده که تولید کننده های سیگار فعالیتشون رو در ایران متوقف کنن. جدیدترین آماری هم که وزارت صنعت و مداد تجارت منتشر کرده نشون میده که در بهار امسال تولید سیگار نسبت به مدت مشابهش توی سال گذشته 21.1% کاهش داشته.
در بهار سال 1396 و 1399 به ترتیب 12 میلیارد و 700 میلیون و 10 میلیارد و 20 میلیون نفت سیگار تولید شد. خب بریم بپردازیم به سیگار قاچاق توی ایران. طبق اعلامی که ستاد مرکزی کرده 20 تا برند قاچاق توی ایران وجود داره که یه سری از اینا هم در واقع قانونی وارد میشن، هم قاچاقشون وجود داره، هم یه سریشون فقط قاچاقش وجود داره و در واقع بیشترین سهم سیگار قاچاق هم مربوط به برند ماربوروه که مال شرکت فیلیپ موریسه. هر کدوم سیگار قاچاق 2 تا 4 برابر سیگار ایرانی سود داره. سود هر کارتون سیگار ایرانی نهایتاً 2 تا 5 هزار تومنه، اما سود سیگار قاچاق توی هر کارتونش 20 تا 30 هزار تومنه. بیشترین روش ورود سیگار قاچاق به ایران هم از طریق ترانزیت برگشتیه. حالا ترانزیت برگشتی اصلا چی هست؟ توی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که جز مرزهای بیرونی ایران محسوب میشن، افراد میتونن به راحتی مجوز ترانزیت خارجی بگیرن و از این طریق کالای قاچاق وارد ایران بکنن. در حوزه قاچاق سیگار هم اکثرا مجوزهای ترانزیت خارجی رو از بنادر جنوبی کشور به سمت مرزهای غربی میگیرن که یکی از اونها هم از بندرعباس به شهر صنعتی کاوه است که افراد میان و از طریق ترانزیت خارجی وارد این محل میشن، مجوز ترانزیت خارجی هم داره، کالای قاچاقشون رو توی حالا انباری که اونجا دارن نگه دارن و به تدریج وارد بازار ایران میکنن. یکی دیگه از این محله هم مرز ایران و عراقه که معمولا انباری قاچاقچی‌ها بیرون از مرز ایران و در عراق قرار داره و خیلی راحت و به تدریج میان کالای قاچاق رو در اون وارد ایران میکنن. حالا به تازگی و از شهریور 99 اومدن یه طرح تشدید نظارتی بر کالای قاچاق و در واقع سیگار قاچاق اعمال کردن که از بازار تهران و خیابان مولوی هم که در واقع بورس و عمده فروش مصرف سیگار اونجای شروع کردن. این طرح اینجوریه که کالای رهگیر رو هم به توزیع کننده ها هم به محصولات اختصاص میدن و از طریق یه سامانه‌ای شناسایی میکنن که آیا این کالا و این توزیع کننده داره این مجوز هست یا نه. چیزی که جالب این میان اینه که کسبه بازار میگن که سیگارهای قاچاق رو خود شرکت ها وارد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اول میان قاچاق وارد ایران میکنن، حالا بررسی میکنن میان آیا تو این بازار جواب میده یا نه، اگه جا افتاد میرن از دولت مجوز واردات میگیرن و رسمی و قانونیش میکنن. شاید بگم پیرامون فعالیت شرکت کره KT&G تو کشور وجود داره که اگه دیده باشیم توی گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما هم بهش پرداختن و اون اینه که این شرکت از سال 97 فعالیتش توی ایران متوقف شده، اما برندهای تولیدیش همچنان به وفور توی بازار ایران نیافت میشن. یکی از اونم سیگار اس است، شاید شنیده باشید. حالا در پاسخ به این سوال آقای معروف خانی اومدن و گفتن که این شرکت KT&G توی ایران بدهی قاچاق داشت، پرداخت کرد، الان داره از سیگارهایی که تو انبارش دپو کرده بود تو بازار میفروشه. ولی خب این میزانی که داره میفروشه و مدت زمان زیادی هم هست که سیگارش تو بازار هست، در واقع قابل باور نیستش که این همه اینها موجودی بوده که تو انبارش داشته. امیدوارم که این ارائه تونسته باشه دید خوبی نسبت به بازار سیگار و محصولات دخانی در ایران بهتون داده باشه. اگه نیاز دارین اطلاعاتی که در واقع در این ارائه بهتون دادم رو به صورت مکتوب یا حالا با تفصیل بیشتری داشته باشین، من میتونم PDF این مجموعه رو در اختیارتون قرار بدم. کافیه که از طریق لینکدین یا ایمیل با من یا جناب آقای دکتر پوربصیر در ارتباط باشید. ممنون.